ارتش ملی افتخار و صداقت به سرزمین آزاد و وحدت نهاد. ارتش ملی شاستونی اساسی هر یک دولت است و پایداری و استواری استقلالیت، وحدت ملی، صلح و ثبات و امنیت کشورها به آن ربط دارد و بدون قواهای مسلح بنیاد دولت دموکراتی، دنیوی، حقوق بنیاد و یگانه غیر امکان است. در تاجیکستان صاحب استقلال وضع مرکب سیاسی و مناقشه های داخلی به حیثیت دولت و حیات مردم تهدید نموده، تمام ساحه های کشور قریب به نیست رسیده بود. حوادث زمان و واقعیت رود برای رهایی دولت و ملت به یک نیروی پرقدرت نظامی نیاز داشت، اما در زمینه خشک و خالی از تکنیکا و دیگر لوازمات حربی بنیاد ارتش ملی کار مشکل بود. با وجود این، حکومت کشور برای تأسیس ارتش ملی چاره‌های ضروری اندیشته برای بنیاد یک ارتش پرقدرت نظامی موفق هم گردید. قرار درباره تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان 18 دکمبر سال 1992 به امضا رسید. در زمینه فرانت خلقی و قواهایی که حکومت کنسیستانی جانبداری میکردند، ارتش ملی تأسیس یافت و برای نخست به سیستم فوریه سال 1993 نخستین پرد حربی برگزار گردید که آن روز رسما همچون سنه تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اعلان گردید. نرسای مادی و تکنیکی و نبودن کادرهای نظامی متخصصان حربی نیز نتوانید برای تشکیل ارتش ملی مانع ایجاد کند. با مرور زمان ارتش ملی جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله رشد نموده، از جانب سازمانهای بین المللی همچون یک نیروی بزرگ نظامی اعتراف گردید. با مقصد آماده نمودن افسران و متخصصان حربی بلند اختصاص و موافق به زمان معاصر در کشور چندین مؤسسه های تعلیمی حربی بنیاد گردیده، دانشکده حربی وزارت مدافع از جمله آنهاست که همسال افسران کسبی از روی اختصاص های مختلف ساحه آماده کرده می شوند. در برابر این صدها ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات حربی خارج مملکت از جمله فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، آذربایجان، هندوستان، جمهوری مردمی چین، بریتانیا کبیر، کانادا، جمهوری فدرالی آلمان، فرانسه و آمریکا با کسبیت بلند و مهارت کاردانی و تجربه اندوختهشان در قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان فعالیت بسامر دارند. مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی و دیگر ظهورات نامطلوب زمان، مبادله تجربه آموزی در سمت حربی و حربی تکنیکی، رساندن کمک های تکنیکی به ارتش کشور، تشکیل مشق و تمرین های پیوسته نظامی از جمله مسائل می باشد که با یک قطار کشورها براه مانده شده است. وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان اینچنین همکاری های ثمره بخش با بانفوذترین سازمان های بین المللی دارد. همکاری در انسان با سازمان اهدنامه امنیت دست جمعی، سازمان همکاری های شانگهای، امنیت و همکاری در اروپا، اهدنامه اتلانتیک شمالی، برنامه رشدی سازمان ملل متحد اوید به دستگیری کوشش های جمهوری تاجیکستان در تطبیق پرابلمه های مینه ها و دیگر تشکیلات های بانفوذ جامعه جهانی گسترش می‌یابند. کنسپسیه کارهای سیاسی و تربیوی در قواهای مسلح مملکت که با فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 20 فوریه سال 2015 به امضا رسانده شد، ترتیب، ماهیت و موقع سیستم کارهای سیاسی و تربیوی را وابسته به عملی نمودن سیاست دولتی در ساحه حربی، تامین نمودن حالت اخلاقی و روحی هیئت شخصی، قانونیت ترتیبات حقوقی، ولایت قانون، مستحکم نمودن نظام حربی، بلند برداشتن مقام و آبرو اعتبار قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را در جمعیت تامین می نماید. زیرا سطح آمونه باشی جنگی هیئت شخصی قواهای مسلح در هر دور و زمان از معرفت حقوقی و تعلیم و تربیه خوبی افسران سربازان، سیقل دادن دانش های سیاسی و نظامی و به احساس بلند وطن دوستی و صداقتمندی خدمتچان حربی وابستگی زیاد دارد. با این مقصد برابر نشر روزنامه و مجله ها، کتاب های علمی و متدی در قسم های نظامی قواهای مسلح پیوسته چربین های سیاسی و فرهنگی و معیشی و فراغتی دایر می گردند و برای عملی نمودن چنین کارها در تمام جز و تم های وزارت مدافع مملکت موضع های استراحتی، کتابخانه و دیگر تالار های فرهنگی و فراغتی مهیا گشته است که سربازان از آن با ثمر استفاده می برند. در طول 28 سال جزء تمهای قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از لحاظ تکنیکای حربی، لوازمات جنگی، بناهای زمانوی و دیگر محصولات مادی و معنوی به موفقیت های نظررس نائل گردیده است. جوانان که حمایتگر دولت، پشتیبان ملت، محفوظ دارنده استقلالیت و ارزش های آن محسوب یابند، با درک عمیق وطنداری و مسئولیت شناسی برای حفظ هر ذره خاک و هر قطره آب این مرد و بوم اجدادی پیوسته آمودند. بهتر گردیدن شرایط مادی و معنوی در همه جزء تمهای قواهای مسلح کشور باعث گشت که سالهای آخر شماره جوانانی که پیش از دعوتنامه حربی با خواهش خود به سبب قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل می‌گردند زیاد گردیده است.
ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در تحکیم صلح و ثبات، امنیت سردوسری، وحدت و یکدلی مردم کشور نقش بزرگ بازی زد. همچون سپر با اعتماد ملت از جانب ساکنان کشور پذیرفته شد.